داستان زیبای مردی که با سنگ آش می‌پخت. در این داستان پیرمردی سر راه خود در خانه پیرزن فقیری مهمان میشه و از اونجایی که پیرزن در خانه چیزی برای خوردن نداشته و پیرمرد هم گرسنه بوده، تصمیم میگیره با سنگ آش درست کنه. اگر میخواهید از اصل ماجرا با خبر بشید، تا انتهای این داستان با من همراه باشید. غروب یکی از روزهای سرد و بارانی، پیرمردی از راهی میگذشت. او از راه دوری میآمد. سرتاپایش از باران خیس شده بود. گرسنه بود. فکر میکرد چه بکند و به کجا پناه ببرد. ناگهان از دور چشمش به روشنایی پنجره خانه ای افتاد. خوشحال شد. با قدم‌های بلند به سوی آن خانه رفت. جلوی در خانه که رسید در زد و از صاحب خانه چیزی برای خوردن خواست. صاحب خانه که پیرزنی بود گفت: من چیزی ندارم که به تو بدهم. پیرمرد گفت: سر تا پای من از باران خیس شده است و از سرما می لرزم. پس اجازه دهید داخل شوم و لباسهای خیسم را جلوی آتش خشک کنم. پیرزن گفت: بیا کنار آتش بنشین و لباسهایت را خشک کن، اما به شرطی که دیگر این طرفها پیدایت نشود. پیرمرد گفت: چشم، خدا به شما عوض بدهد. و داخل اتاق شد و کنار آتش نشست. خودش را گرم کرد. لباسهایش را هم خشک نمود، اما خیلی گرسنه بود و نمیدانست جواب شکمش را چه بدهد. مدتی فکر کرد. آخر گفت: خانم، من آشپز قابلی هستم. می توانم آشی بپزم که هیچ خرجی نداشته باشد. این آش، آش سنگ است. زن صاحب خانه با تعجب گفت: آش سنگ؟ چه حرفا؟ به حق چیزایی نشنیده؟ تا حالا نشنیدم که کسی با سنگ آش بپزد. چطور می پزی؟ پیرمرد گفت: خانم، این که کاری ندارد. اجازه بدهید نشانتان بدهم. فقط یک دیگ که قدری آب در آن باشد به من بدهید. آن وقت به شما یاد می دهم که چطور آش سنگ می پزند. زن صاحب خانه رفت و یک دیگ برداشت و قدری آب در آن ریخت و آورد. پیرمرد دیگ را روی آتش گذاشت. دست کرد و از جیبش یک تکه سنگ سفید تمیز در آورد و توی دیگ انداخت. وقتی که آب گرم شد، پیرمرد قدری از آن چشید و گفت: به به، دارد آش سنگ خوبی می شود. اما اگر یک تکه گوشت داشتم و توی این دیگ می انداختم، خیلی بهتر و خوشمزه تر می شد. پیرزن گفت: به نظرم یک تکه گوشت داشته باشم. رفت و یک تکه گوشت آورد و به پیرمرد داد. پیرمرد آن را در دیگ انداخت و شروع کرد به هم زدن آش. زن صاحب خانه با تعجب گاهی به پیرمرد نگاه می کرد و گاهی به دیگ آش. چند بار پیرمرد آش را چشید. بعد گفت: خیلی خوشمزه شده. اگر چند تا سیب زمینی داشتم و توی این آش می انداختم، خیلی عالی می شد. پیرزن گفت: بله، خیال می کنم چند تا سیب زمینی هم داشته باشم. رفت و چند تا سیب زمینی آورد و به پیرمرد داد. پیرمرد سیب زمینی ها را هم پوست کند و در دیگ آش سنگ انداخت. هر دقیقه که می گذشت، انتظار زن صاحب خانه بیشتر می شد. می خواست ببیند آش سنگ چطور آشی است. از تعجب دهانش باز مانده بود و به دیگ و شعله های آتش خیره شده بود. پیرمرد چند بار آش را به هم زد و چشید. بعد گفت: به به، این بهترین آشی است که در روی زمین پیدا می شود. زن صاحب خانه گفت: من باور نمی کنم با سنگ بشود آش خوبی درست کرد. پیرمرد گفت: اگر کمی روغن و نمک و فلفل داشتم و درون این آش می ریختم، آشی می شد که ثروتمندترین مردم روزگار هم چنین آشی را به خواب ندیدند. پیرزن گفت: به نظرم کمی روغن داشته باشم. رفت و کمی روغن و نمک و فلفل آورد. پیرمرد آنها را هم در دیگ ریخت و شروع کرد به هم زدن. صاحب خانه چشمش را به دیگ آش دوخته بود. کمی بعد پیرمرد گفت: به به، حالا دیگر آش حاضر است. یک کاسه بیاورید تا برایتان بریزم.
همین که زن رفت کاسه بیاورد، پیرمرد تک سنگ سفید را بیرون آورد و در جیبش گذاشت. پیرمرد مقداری از آش را برای زن صاحب خانه توی کاسه اش ریخت و بقیه آن را خودش خورد. زن صاحب خانه که هرگز آش سنگ آن هم به این خوشمزدگی نخورده بود، نمیدانست چه بگوید و چطور از پیرمرد تشکر کند. دیگر باران بند آمده بود. ماه در آسمان می درخشید. همه جا را مهتاب گرفته بود. پیرمرد گفت: حالا دیگر وقت رفتن است. از شما که خانم مهربانی هستید تشکر می کنم. خیال می کنم که خوب یاد گرفته باشید چطور آش سنگ می پزند. پیرزن گفت: امیدوارم اگر باز هم از این طرف گذشتید به ما سری بزنید تا با هم آش سنگ بپزیم. پیرمرد خوشحال و خندان از خانه بیرون آمد و جاده را گرفت و رفت. دوستان گلم، ممنونم که ویدیو رو لایک میکنید. لطفاً نظرات خودتون رو در مورد داستان‌های کانال در کامنت ها به اشتراک بذارید.